از یک روزنامه صهیونیستی با این تیتر: ایران با کشف معادن لیتیوم به بازیگر مهم ژئوپلیتیکی تبدیل می شود. آیا کشف لیتیوم در ایران منجر به لغو تحریم ها و تغییر ژئوپلیتیک منطقه می شود؟ آیا لیتیوم عامل تهاجم و بی‌ثباتی سیاسی در منطقه غرب آسیا خواهد بود و اتحادهای جدید و دیپلماسی معدنی بین کشورها شکل خواهد گرفت؟ کشف معدن لیتیوم در ایران و پیامدهای بالقوه آن بر اکوسیستم جهانی باتری و وسایل نقلیه برقی همچنان یکی از موضوعات مورد بحث در محافل رسانه‌ای جهان است. در حالی که بخش معدن در کشورهای عربی خلیج فارس شروع به رشد کرده است، ایران نیز در سالهای اخیر اقداماتی را برای توسعه بخش معدن و فلزات خود به عنوان برنامه‌ای برای تنوع بخشیدن به اقتصاد نفتی خود آغاز کرده است. حدود 7% ذخایر معدنی جهان در ایران یافت می‌شود که این کشور را به یکی از مهم‌ترین تولید کنندگان مواد معدنی در جهان تبدیل می‌کند. ایران با ذخایر بالقوه بیش از 700 میلیارد دلار در میان 15 کشور بزرگ غنی از مواد معدنی قرار دارد. این کشور دارای ذخایر عمده روی، مس، نمک، زغال سنگ، سنگ آهن، اورانیوم، سرب، طلا، بوکسیت برای آلومینیوم، مولیبدن، آنتیموان، گوگرد، شن، ماسه و احتمالاً با کشف جدید لیتیوم است. ابراهیم علی مولابیگی، یکی از مقام‌های وزارت صنعت و معدن ایران، از کشف اولین ذخیره لیتیوم در این کشور به میزان 8.5 میلیون تن در استان همدان خبر داده است. به گفته محمد هادی احمدی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، این کشور در 2 سال آینده قادر به استخراج لیتیوم از 2 ذخایر جدید لیتیوم خود است. این معدن مساحتی حدود 11 کیلومتر مربع در دشت قهاوند در 50 کیلومتری شرق مرکز استان همدان قرار دارد. کشف آخرین لیتیوم ایران توجه بیشتری را به بخش معدن در خاورمیانه معطوف خواهد کرد. چرا؟ نخست به این دلیل که این ماده معدنی اهمیتی راهبردی برای اکثر فناوری‌های کم کربن که به آینده کم کربن در اکوسیستم جهانی باتری و وسایل نقلیه برقی کمک می‌کند دارد. دوم، وزن ژئوپلیتیکی که ایران می‌تواند از لیتیوم به عنوان ابزار منابع طبیعی برای مذاکره در مورد رفع تحریم‌های اعمال شده توسط غرب، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و متحدانش استفاده کند. سوم، ایران میتواند از این پتانسیل معدنی خود به عنوان پشتیبانی برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد خود استفاده کند. چهارم، که اهمیت ژئوپلیتیک گسترده‌تری دارد، ایران ممکن است از لیتیوم برای تقویت بیشتر روابط خود با چین استفاده کند. به عنوان مثال، ایران و عربستان سعودی اخیراً با میانجیگری چین و در شهر پکن توافق عادی سازی روابط خود را امضا کردند. چین با تولید بیش از 3/4 باتری‌های لیتیومیونی جهان و کنترل بیشتر تأسیسات پردازش لیتیوم جهان که در رقابت جهانی باتری‌ها پیشرو هستند، بزرگترین مصرف کننده لیتیوم است. اهمیت لیتیوم تا حدی است که آمریکا در سال 1398 برای دستیابی به معادن لیتیوم بولیوی دست به کودتا در این کشور زد. اوو مورالس، رئیس جمهور وقت بولیوی، پس از پناهندگی به آرژانتین و در مصاحبه با شبکه C5N در این کشور اعلام نمود که ایالات متحده در پس کودتای لیتیوم در کشورش قرار داشته که او را وادار به ترک پست نموده است. او این کودتا را مرتبط با سیاست‌های دولتش مبنی بر استقرار 14 پالایشگاه لیتیوم در راستای صنعتی‌سازی استخراج این ماده معدنی دانست. مناقصه عمومی و بین‌المللی که بولیوی، چین و آلمان را به عنوان شرکای تجاری خود برگزیده بود و از آنجایی که آمریکا خارج از این پروژه بزرگ صنعتی‌سازی لیتیوم قرار گرفته بود، مشکلات آغاز گردید. مجموعه گسترده‌تری از پیامدهای ژئوپلیتیکی وجود دارد که ممکن است سرنوشت روابط دیپلماتیک بین کشورها را تغییر دهد. آیا غرب حاضر خواهد بود برای دسترسی به لیتیوم مورد نیاز صنایع باتری و خودروهای برقی خود، مذاکرات را با ایران از سر گرفته و تحریم‌های خود را لغو کند؟ آیا کشف اخیر ایران باعث افزایش تنش با همسایگانش می‌شود؟ ایران اولین کشوری در خاورمیانه است که کشف لیتیوم را اعلام کرده است. آیا این موضوع دیگر کشورهای منطقه را به کشف پتانسیل بخش معدن خود با تمرکز بر جستجوی مواد معدنی حیاتی و فلزات باتری سوق خواهد داد؟ آیا لیتیوم عامل تهاجم و بی‌ثباتی سیاسی در خاورمیانه خواهد بود؟
آیا اتحادهای جدید و دیپلماسی معدنی بین کشورها شکل خواهد گرفت؟ هیچ کس نمیتواند پیش بینی کند که آینده چگونه پیش خواهد رفت. همه سوالات و اظهارات ضمنی ژئوپلیتیکی بالا سناریوهای احتمالی را ارائه میدهند. از این پس همه نگاه‌ها به ایران به عنوان اولین دارنده ذخایر لیتیوم در منطقه خاورمیانه خواهد بود. کشف لیتیوم در این منطقه نشان می‌دهد که بخش معدن خاورمیانه ممکن است به یک بازیگر جدید و کلیدی در تأمین فلزات باتری و مواد معدنی حیاتی تبدیل شود که به اکوسیستم جهانی باتری و وسایل نقلیه برقی کمک می‌کند.